26 جولای 1956. تا چند لحظه دیگر سرهنگ جمال عبدالناصر نطق تاریخی خود را بیان و کانال سوئز را ملی اعلام می کند. او در بخشی از سخنانش چنین می گوید: استعمار اسرائیل را ایجاد کرد تا بر ما تسلط یابد. ما این خطر را احساس می کنیم و از قومیت عربی من دفاع می کنیم و تلاش می کنیم تا هویت من را از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس حفظ کنیم. تنها چند سال بعد برخی از کشورهای عربی برخلاف سایر کشورهای جهان نام خلیج فارس را با این عبارت مورد تردید قرار دادند: خلیج عربی. این فیلم روایتی است از همین ماجرا. اینجا خلیج فارس است، پهنه گسترده آبی با 240,000 کیلومتر مربع وسعت، گسترده میان خاک ایران و شبه جزیره عربستان. بیش از 2500 سال است که جهانیان را به همین نام می شناسند. شاید این تابلوی کوچک که نام یک خیابان را در شهر قاهره مصر نشان می دهد بتواند گوشه ی از آنچه رخ داده را بیان کند. نام خلیج عربی بر متن تابلو عبارت خلیج فارس را به کناری رانده است. مصریان اما نام خیابان ایران، میدان تهران و حتی خیابان دکتر مصدق را حفظ کردند. مصدق از آن رو که او را رهبر مبارزات مردم ایران و همراه مبارزات مردم مصر می دانستند. در اوایل دهه 30 خورشیدی یا 50 میلادی مبارزه برای ملی کردن نفت ایران در مقابل بریتانیا در جریان بود، کاری که مصریان چند سال بعد در مورد کانال سوئز انجام دادند. 30 تیر 1331 مصدق که در کشاکش مبارزات استعفا داده بود با حمایت مردمی دوباره بر مسند نخست وزیری بازگشت. علت درگیری نفت ایران در جنوب و به خصوص سواحل خلیج فارس بود. مطبوعات مبارزات مردم ایران و مصر را در کنار هم و در مقابل بریتانیا می دانستند. درست یک روز پس از 30 تیر ماه سال 1331 افسران مصری به رهبری ژنرال محمد نجیب و سرهنگ جمال عبدالناصر بر علیه فاروق قیام کردند و قدرت را به دست گرفتند. ملک فاروق از سلطنت خلع و با موافقت افسران مصری از کشور خارج شد. نزدیک به یک سال بعد مصدق از حکومت کنار گذاشته شد و شاه دوباره بر مسند قدرت بازگشت. پس از کودتای 28 مرداد سال 1332 حکومت ایران رویه نزدیکی با غرب را در پیش گرفت و در سال 1955 میلادی پیمان بغداد با شرکت عراق، ایران، پاکستان و ترکیه و با همکاری بریتانیا و آمریکا منعقد شد. سرهنگ جمال عبدالناصر که احساس می‌کرد پیمان بغداد به مرزهای مصر نزدیک شده است، بسیار نگران و برآشفته بود. دغدغه آن روز مردم استقلال کانال سوئز و در دست گرفتن اموران توسط مردم مصر بود که به طور نمادین نشان از استقلال مصر داشت. این خواست عمومی مردم در سال 1956 در سخنرانی و تصمیم ناصر تجلی یافت. او در این سخنرانی کانال سوئز را ملی اعلام کرد
و در اوج سخنرانی خود جمله معروف من المحیط الاطلسی الی خلیج الفارسی به معنای از اقیانوس اطلس تا خلیج فارس را استفاده کرد. ناصر بارها در سخنرانی‌های مختلف این جمله را بر زبان رانده بود. او به این اسامی جغرافیایی اعتقاد داشت. احنا مع القومیه العربیه مجتمعه من المحیط الاطلسی الى الخلیج الفارس. زي ما قلت لكم من المحيط الاطلسي الى الخليج الفارسي. ترعى من المحيط الاطلسي الى الخليج الفارسي رغم انف الاستعمار ورغم انف المتآمرين. من المحيط الاطلسي الى الخليج الفارسي كلنا عرب بنتكلم لغة عربية. هذه قوة يجب ان يعمل لها حساب. من المحيط الاطلسي الى الخليج الفارسي لم تستطيع دولارات. جمال عبد الناصر در ادامه راهی که سیاحان، جغرافیدانان و دانشمندان به خصوص مسلمانان عرب و غیر عرب بر جا گذاشته بودند، این عبارت را به کار می برد. جغرافیدانان و نقشنگاران مسلمان که مکاتب ترسیم نقشه های آنان از قرن نهم تا قرن پانزدهم میلادی به مدت 600 سال به درازا کشید و آثار آنان در کتابخانه های مختلف جهان وجود دارد، نامی به جز بحر فارس، خلیج فارس، دریای پارس و یا اسامی مشابه برای این پهنه آبی استفاده نکردند. اینجا موزه ملی ایران است. یکی از کتب بسیار معتبری که میتوان به آن استناد کرد کتاب المسالک و الممالک ابو اسحاق استخری است. استخری این کتاب را نزدیک به 1100 سال قبل نگاشته است. از این کتاب نسخ خطی مختلفی در کتابخانه ها یا موزه های مختلف جهان وجود دارد و چون کاتبان آنها از یک مرجع واحد استنساخ کرده اند، شباهت کاملی به نسخه اصلی دارند. اسم خلیج فارس در لاتین و زبانهای مختلف پرشین گالف که هست به انگلیسی سینوس پرسیکوس به لاتین هستش و به فارسی در نقشه های اسلامی به اسامی مختلف اومده. خلیج فارس، دریای پارس، دریای فارس و غیره. و از لحاظ زیبایی اشکال این نقشه ها، نقشه های قرن نهم و دهم میلادی اسلامی که استخری و مسعودی و غیره باشند، نقشه های بسیار زیبایی هستند. بخصوص اگر نقشه های رنگ های این نقشه ها رو شما نگاه بکنید، هر کدوم یک کار هنری است، بسیار زیبا، بسیار هنرمندانه کشیده شدند. در نقشه‌ای که خوارزمی ریاضیدان برجسته تقریبا 1200 سال قبل رسم کرده است، نام خلیج فارس در بین البحرین و بحرالیمن دیده می شود. ابن حقل بغدادی در حدود 1100 سال قبل در کتاب صورت جمیع الارض از عبارت اصل بحر فارس استفاده نموده است. ابو ریحان بیرونی دانشمند برجسته نیز از نام بحر فارس برای این گستره آبی استفاده کرده است و زکریای قزوینی هم در آثار البلاد نام نهر فارس را ثبت کرده است. ابن وردی هم از نام خلیج فارس برای این آب راه سود جسته است. جیهانی جغرافیدان بزرگ نیز همچون اغلب جغرافیدانان مسلمان در کتاب اشکال العالم از نام دریای فارس استفاده نموده است. Thank you.
این نقشه اثر طوسی همدانی است که نزدیک به 1000 سال پیش از این ترسیم شده است. و نقشه زیبای دیگری از جغرافیدان شهیر مسلمان، کندی. او نیز از نام بحر فارس برای این دریا استفاده کرده است. اینجا کانال سوئز است و اداره آن را دولت مصر در دست دارد. زمان چون برق و باد می گذرد. در سال 1956 جنگ سختی برای اداره این کانال در گرفت. پس از اعلام ملی شدن این کانال توسط ناصر، انگلستان و فرانسه مشترکاً برای تصرف کانال به حمله نظامی دست می زنند. مردم به سختی مقابله می کنند. طول کانال 160 کیلومتر است و اشغال تمامی آن توسط مهاجمان مقدور نیست. مردم با سلاح‌های سبک شجاعانه ایستادگی می‌کنند و در نهایت این نیروهای مصری هستند که پیروز می‌شوند. 2 سال بعد با کودتای عبدالکریم قاسم در عراق پیمان بغداد لغو و عراق از آن خارج می‌شود. خیال ناصر کمی آسوده می شود، اما به جای پیمان بغداد، پیمان سنتو بدون حضور عراق پای می گیرد. تصمیماتی که در چنین جلسات اتخاذ می شود به ستاد مشترک نظامی سنتو برای اقدام ارجاع می شود و به خصوص برای تدارک تمرینات نظامی که قوای 5 کشور عضو در آنها شرکت می جویند. در کویت واقعه در پاکستان، افسران نیروهای هوایی و زمینی و دریایی ایران و پاکستان و ترکیه، بریتانیا و آمریکا به مانند یک واحد کار میکنند. به سبب وحدت عمل بیان که این افسران یک فرمانده عالی دائمی داشته باشند، میتوانند ارتباط و هماهنگی کافی مجاهدات دفاعی ممالک خود را محقق سازند تا هر متجاوز بالقوه‌ای را از تجاوز منصرف کنند، زیرا هر کشور عضو سنتو معاونت نیرومندی به این اتحادیه می کند. در سال 1959 در زمان حکومت عبدالکریم قاسم، علی‌رغم اینکه او چند باری نام خلیج فارس را خلیج عربی می خواند، آکادمی علوم عراق کتابی را به طبع می رساند با عنوان عراق در نقشه های قدیمی، نوشته دکتر احمد سوسه. این کتاب عراق را در نقشه های قدیمی جستجو می کند، اما به دلیل همسایگی ایران و عراق، خلیج فارس هم در این نقشه ها حضور دارد و این حضور گاه مستند به نقشه های یونان باستان متعلق به 2500 سال پیش از این است. در سال 1960 شاه ایران در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام می‌کند که حکومت ایران از قبل اسرائیل را به صورت یک واقعیت به رسمیت شناخته است و این مسئله چیز تازه‌ای نیست. مصر طی آن سال‌ها کشور اصلی در جبهه مقابل اسرائیل است. عبدالناصر به این سخنان شاه واکنش صریح و تندی نشان می‌دهد. او اعتقاد دارد که شاه نباید ارتباط با اسرائیل را به رسمیت بشناسد. بنابراین دستور به قطع رابطه دیپلماتیک با ایران، بسته شدن سفارت و اخراج سفیر ایران می دهد. متقابلاً ایران نیز سفیر مصر را اخراج و سفارت آن کشور را تعطیل می کند. حسنین هیکل، روزنامه‌نگار نامدار مصری، در کتاب خود سنوات الغلیان سخنرانی ناصر را چنین آورده است: خطر به رسمیت شناخته شدن اسرائیل است. این اقدام به جهان و ملت‌های جهان این را می‌گوید که شاه
یک بازیچه در دست سازمان اطلاعات آمریکاست. او با کودتا بر ضد مصدق بر سر کار آمده است و عاقبت او هم مانند ساگر مزدوران خواهد بود. پاسخ وزارت امور خارجه ایران نیز بسیار صریح و تند بود و ناصر را فرعون مصر خواند و حکومتش را غیر قانونی دانست. این اتفاقات علاوه بر قطع ارتباط دیپلماتیک باعث دور شدن هرچه بیشتر دو کشور گردید. اما این درگیری سیاسی ابعاد گسترده تری نیز پیدا کرد. ناصر که بارها از عبارت من المحیط الاطلسی الی خلیج الفارسی استفاده نموده بود، دیگر کمتر آن را به کار می برد و بیشتر از عباراتی استفاده می کرد که ساده و فاقد مشخصات جغرافیایی باشد. من المحيط الى الخليج الذي قام به العمال العرب في جميع انحاء العالم العربي من المحيط الى الخليج بطريقه تعبر عن الغد صار العالم العربي في كل مكان من المحيط الى الخليج وعبر عن غضبه واعلن الاضراب العام التي هبت كلها من المحيط الى الخليج معكم يد واحد از طرفی نیز عنوان خلیج عربی را به جای خلیج فارس مورد استفاده قرار می داد. در اعتراض به سخنان ناصر و برخی از دول عربی به خصوص درباره نام خلیج فارس و تمامیت ارضی ایران، تظاهراتی در برخی از شهرهای ایران برپا شد. تاریخ پر افتخار ایران کتابی نیست که ما صفحات آن را چون بسیاری از کشورها به رشته تحریر درآورده باشیم. این کتابی که کاخ آپادانا، کتیبه‌های بیستون، نقوش حجاری شده در دل کوه‌ها شاهد زنده بر حقیقت آن است. در صحن مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شهر ری، اجتماعی با شرکت گروهی از طبقات مختلف مردم تشکیل می‌شود. سخنرانان به سیاست حکومت مصر به شدت اعتراض می‌نمایند. حضور غربی ها در خلیج فارس به اوایل قرن 16 میلادی باز می گردد. اولین بار این پرتغالی ها بودند که با کشتی های خود به خلیج فارس آمدند. اسناد پرتغالی ها نشان می دهد که آنها همواره این آبراه را خلیج فارس نامیدند. این نقشه ها مشاهدات و موقعیت پرتغالی ها را در جهان بازگو می کند. آلفونسو آلبوکرک با تصرف خلیج فارس و برخی جزایر، قلعه ها و مستحکمات پرتغالی ها را در آنها بنا می کند، همچون قلعه پرتغالی ها در هرمز و قشم. قلعه هرمز در واقع بزرگترین قلعه پرتغالی ها در منطقه بود و نبض معاملات اقتصادی و تحرکات سیاسی و نظامی منطقه را دنبال می کرد. بعد از پرتغالی ها، بریتانیایی ها و هلندی ها هم آمدند تا سهمی از تجارت و اقتصاد منطقه را به خود اختصاص دهند. رقابت سختی در گرفت و پرچم های کمپانی هند شرقی هلند و کمپانی هند شرقی بریتانیا و دیگر رقبای غربی که بعدتر پا به عرصه رقابت گذاشتند در خلیج فارس به اهتزاز در آمدند. بوشهر و بسیاری از شهرهای دیگر جنوب کشورمان مورد توجه کمپانی‌های مختلف قرار گرفته بودند. دغدغه آنها داشتن سهم بیشتری از تجارت، مواد اولیه و بازار منطقه به خصوص کشور ایران بود.
اینجا بوشهر است. پس از سالها رقابت سخت، این بریتانیا بود که همچنان باقی ماند. حتی با از میان رفتن کمپانی هند شرقی، همچون گذشته هند زیر نفوذ مستقیم و نظارت دولت بریتانیا بود. علاوه بر روابط دولت بریتانیا و ایران، این رابطه میان بریتانیا و شیوخ سواحل جنوبی خلیج فارس نیز برقرار بود و بر همین مبنا قراردادهای بین آنها منعقد گردید. در این قراردادها علاوه بر موضوع قرارداد، طرفین امضا کننده همواره بر نام خلیج فارس به عنوان نام جغرافیایی مکان مورد نظر صحه می گذاشتند. معاهده شیخ سلطان ابن صغر، شیخ رأس‌الخیمه و شارجه در توقف معامله بردگان 1847. بسم الله. نظر به اینکه جناب اعلی حضرت عجل افخم صاحب بالیوز خلیج فارس ما را مطلع کردند که طی این روزها برخی معاهدات فصلی ملحق به معاهده صلح با مشایخ متصالح در تاریخ 14 می سال 1853 برای قرار دادن سیم تلگراف و حفظ آن در املاک آنان در حضور جناب والا مقام کلونل لوئیس پولی بالیوز خلیج فارس مورد قبول واقع شد. سخنرانی حضرت عالی جناب لورد کرزن در جلسه منعقد در بندر شارجه در تاریخ 21 ماه نوامبر سال 1903 و در صورت وقوع حمله به یک نفر در دریا، عاملان حمله مورد انتقام قرار نگیرند، بلکه شکایت آنان به بالیوز دولت بریتانیا در خلیج فارس ارائه شود. بیش از 100 سال قبل کشف نفت باعث شد تا اهمیت خلیج فارس به صورت روزافزونی افزایش یابد. نخستین چاه نفت در منطقه در مسجد سلیمان به بهره برداری رسید و صنایع مرتبط با آن به تدریج گسترش یافتند. به یک باره استخراج نفت از ایران و مناطق مختلف خلیج فارس به مقدار بسیار آغاز شد. طولی نکشید که این منطقه به انبار نفت جهان تبدیل شد. این قرارداد میان شیخ شخبوت، شیخ ابوظبی و کمپانی نفتی دارسی به سال 1953 میلادی منعقد گردید. طرفین اتفاق نظر دارند که فعالیت اقتصادیشان بر اساس ذخایر نفتی ابوظبی در خلیج فارس است. مشابه این قراردادها با قطر، شارجه، دبی، عجمان، مسقط، کویت و بحرین نیز منعقد شده است و در همه آنها صرف نظر از مفاد قرارداد، طرفین زیر نام خلیج فارس را امضا کرده اند. در سال 1968 انگلستان اعلام کرد که به زودی از خلیج فارس خارج خواهد شد. در این فرصت برخی از امیرنشین‌ها استقلال خود را دریافت کردند. از جمله بحرین، قطر و امارات متحده عربی در سال 1971. اینجا جزیره ابو موسی است. استقرار یافتن آنان در نقاط سوق الجیشی ابو موسی
سلطه بیگانه بر گوشه‌ای از خاک ما پایان می‌یابد و ایران پاسداری از صلح و امنیت شاهراه پر اهمیت خلیج فارس را که روزانه تقریبا در همین دوره ایران حاکمیت خود را بر سه جزیره تنب کوچک، تنب بزرگ و ابو موسی تثبیت کرد. این تصاویر مربوط به استقبال شیخ صغر، برادر و ولیعهد حاکم شارجه است که به نیروهای ایرانی خوش آمد می گوید. دو طرف قرآنی را در میان می گیرند و بر آن بوسه می زنند. حضرت شیخ صغر، برادر حضرت شیخ خالد حاکم شارجه، از استاندار بنادر و جزایر خلیج فارس و دریادار عطایی استقبال و آنان را به بازدید از دهکده ابو موسی دعوت می کنند. شیخ خالد امیر وقت شارجه در بیانیه‌ای که در روزنامه الاهرام مورخه 9/12/1971 به چاپ رسیده است چنین میگوید: هموطنان، از احساس مسئولیت و همراهی شما سپاسگزارم. امروز نتایج توافقمان را با ایران در مورد جزیره ابو موسی اعلام می‌کنیم. با این توافق راهی را که شروع کرده‌ایم با موفقیت ادامه می‌دهیم. این توافق برای حفظ امنیت و رابطه دوستی با ایران و حفظ مصلحت فرزندان شارجه منعقد شد. اینجا سواحل شارجه است. برخی از کشورهای عربی از مالکیت ایران بر جزایر تنب کوچک و بزرگ و ابو موسی در خلیج فارس آشفته می شوند و دوباره موج سیاسی جدیدی را علیه ایران به راه می اندازند. بخشی از هیاهوی این دوره مربوط به نام خلیج فارس است. اما سازمان ملل در سال 1971 در حمایت از نام خلیج فارس بیانیه‌ای صادر می کند. یکی از وظایف دبیرخانه سازمان ملل متحد استفاده از عبارت خلیج فارس در اسناد و نقشه های این سازمان برای اشاره به آبهای بین ایران از سمت شمال و شرق و چند کشور دیگر از سمت جنوب و غرب است. به همین منظور دبیرخانه این سازمان از این اصطلاح دیرینه مورد استفاده توسط ناشران اطلس ها و دائره المعارف های جغرافیایی پیروی می کند. این بیانیه در سالهای 1976، 1990، 92، 94 و 99 نیز تکرار می شود. عبارت خلیج فارس در اسناد منتشر شده از طرف دبیرخانه به عنوان نام جغرافیایی استاندار در آبهای واقع شده ما بین شبه جزیره عربستان و ایران به کار می رود. سازمان ملل با تکیه بر میراث بر جای مانده این بیانیه را صادر کرد. اینجا یک مؤسسه کارتوگرافی در تهران. این کتاب حاوی نقشه های بطلمیوس یونانی است. بطلمیوس را پدر دانش جغرافیا نیز می دانند. او حدود قرن دوم میلادی در اسکندریه زندگی می کرده است. هیچ نقشه‌ای که مستقیماً حاصل کار او باشد باقی نمانده است، اما توضیحات و اطلاعاتی که از وی نقل شده پایه و اساسی برای صدها نقشه در قرون متمادی گردید. برخی از اسامی و نام‌های آن روزگار تا کنون نیز به عنوان یک میراث باقی ماندند. خلیج فارس از آن جمله است. سینوس پرسیکوس نوشتن یا پرسیکوس سینوس نوشتن یا اسامی مشابه، مثلا مار پرسیکوم نوشتن. این نقشه‌ها همه هست مستند. البته نه اینکه الان ما نقشه بطلمیوس که مثلا خیلی معروفه، نقشه های بطلمیوس خب شهرت داره، ملت که بطلمیوس رو میگن پدر جغرافیا و خیلی کار شده روش. ولی جغرافی های دیگه، جغرافی دان دیگه، مثلا هیپارکوس یا دیسارکوس یا استرابو، استرابو هم کتاب های زیاد داره راجع به جغرافیا، اینها هم در کتاب هاشون سینوس پرسیکوس آوردن. نقشه ای از هکاتوس. قدمت این نقشه حدود 500 سال قبل از میلاد مسیح است
و بازسازی آن به زبان لاتین است. این نقشه اراتوستن است که به عربی بازسازی شده است، حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح. نقشه های یونانی منابع بسیار ارزشمندی هستند از تصورات جغرافی دانان آن روز نسبت به دنیای اطرافشان و مرجعی هستند برای سنجش قدمت نام های تاریخی که تا امروز نیز باقی ماندند. در سال 1975 روابط تیره بین ایران و عراق با عقد قرارداد میان حکومت وقت عراق و ایران به نزدیکی بیشتر دولت‌ها منجر می‌شود. این قرارداد که با نام قرارداد الجزیره معروف شد، حدود و مرزهای بین دو کشور را تعیین می‌کند. در اجرای مفاد توافق الجزیره مورخ 6 مارس 1975 نخست وزیران دو کشور با سفر به پایتخت های یکدیگر بیانیه‌هایی صادر می‌کنند و مصاحبه‌هایی انجام می‌دهند. شیخ زاید بن سلطان آل نهیان حاکم ابوظبی و همراهان به تهران وارد می‌شوند. در این سالها آرامش بیشتری وجود داشت و روابط کشورهای حوزه خلیج فارس با ایران منجر به امضای موافقت‌نامه‌های متعددی گردید. این قراردادها ما بین ایران و امارات متحده عربی و همچنین ایران و قطر منعقد گردیدند. طرفین علاوه بر مفاد قراردادها زیر نقشه ضمیمه قراردادها را که عنوان خلیج فارس بر بالای آن است امضا کردند و این کشورها هیچ گونه مخالفتی با این نام نداشتند. نام خلیج فارس در حقوق بین الملل همواره نامی شناخته شده و معتبر بوده است. با مرگ عبدالناصر در سال 1970 سرهنگ انور سادات جانشین وی شد. خوش وقتم از اینکه بر دیگر از کشور برادری با تمدن کهنسالی شما زیارت کنم. چرخش تدریجی سادات به سمت غرب او را هم راستای سیاست‌های خارجی ایران کرد که ملتی مصر نسبت به شما دارد همراه هم ببرم. در سال 1978 انقلاب اسلامی ایران پا گرفت و یک سال بعد با پیروزی انقلاب اکثر کشورهای جهان غافلگیر شدند. شاه رفت و امام خمینی بعد از تبعید 15 ساله زمام امور را در دست گرفت. در همین ایام قرارداد صلح کمپ دیوید میان مناخیم بگین و انور سادات با میانجیگری جیمی کارتر منعقد شد. این قرارداد با واکنش شدید ایران روبرو شد.
تاریخ یک بار دیگر تکرار می شود. پس از 19 سال که جمال عبدالناصر اقدام به قطع رابطه با ایران به علت شناسایی رسمی اسرائیل توسط شاه کرده بود، این بار این ایران بود که به دلیل معاهده صلح میان مصر و اسرائیل روابطش را با مصر قطع کرد. حکم امام خمینی به وزیر امور خارجه وقت چنین بود: جناب آقای دکتر یزدی وزیر امور خارجه، با در نظر گرفتن پیمان خائنانه مصر و اسرائیل و اطاعت بیچون و چرای دولت مصر از آمریکا و صهیونیست، دولت موقت جمهوری اسلامی ایران قطع روابط دیپلماتیک خود را با مصر بنماید. 20 ماه پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، عراق قرارداد 1975 را ملغا اعلام کرد و به یک باره به مرزهای ایران هجوم آورد. بدین ترتیب جنگ 8 ساله میان دو کشور آغاز شد. جنگ در هوا، زمین و دریا ادامه یافت. صدها هزار نفر در این جنگ کشته و یا زخمی شدند. شعارهای صدام حسین رئیس جمهوری وقت عراق در جهت جلب کمک‌های کشورهای عربی منطقه بود. یک سال پس از آغاز جنگ، کشورهای حوزه خلیج فارس به فکر تشکیل اتحادیه‌ای بدون حضور ایران و عراق افتادند و از خلأ و درگیری دو کشور مشغول به جنگ استفاده کرده و شورایی به نام شورای همکاری خلیج بنیان گذاردند. شورای همکاری در سالهای اولیه در مورد سه جزیره و نام خلیج فارس مواضع ملایم تری داشت، اما به تدریج و در دهه 90 میلادی این مواضع تندتر شد. در سال 1989 میلادی جنگ بین ایران و عراق پایان یافت و صلح برقرار شد. این صلح در منطقه برای چندی پایدار بود، اما عراق در یک چرخش ناگهانی نسبت به متحد قبلی خود به کویت حمله کرد. ادعای قدیمی عراق دوباره از سر گرفته شد و کویت جزئی از عراق و استان 19 آن کشور قلمداد گردید. سالها قبل از این نیز، پس از اعلام استقلال کویت در سال 1961، عراق تا مرز حمله به این کشور پیش رفت. اما در سال 1990 این لشکرکشی عملاً صورت گرفت و کشور کوچک کویت به سرعت اشغال شد و تانک‌های عراقی در خیابان‌های آن رژه پیروزی رفتند. سازمان ملل و بسیاری از کشورهای جهان متفقاً تصمیم به دفاع از کویت گرفتند. جنگ سخت اما کوتاه مدتی در گرفت. عراق شکست خورد و کویت را ترک کرد، اما چاه‌های نفت کویت را نیز به آتش کشید. شعله‌های این آتش تا ماه‌ها زیر آسمان آبی کویت زبانه می‌کشید. اما کویت هم تصمیم گرفت تا اسناد و ادله‌ای را منتشر کند تا هویت و ریشه‌های استقلال خود را به جهانیان معرفی کند، مانند این کتاب که در آن برخی از اسناد مربوط به مرزها و استقلال کشور کویت به چاپ رسیده است. اقامتگاه بریتانیا، سرکنسول، بوشهر، 3 جولای 1932. از سرهنگ تمام تی سی فاول، نماینده مقیم سیاسی در خلیج فارس. ترجمه نامه محرمانه از جناب شیخ سر احمد و جابر و سباه حاکم کویت. با خوشحالی نامه محرمانه شما را به شماره 128 مورخ 7 ربیع الثانی دریافت کردم و مطالب آن و همچنین ترجمه جناب کمیسیونر ارشد عراق به نماینده مقیم سیاسی در خلیج فارس و همچنین ترجمه حاشیه نامه جناب نوری پاشا. برخی از کتب هم عمدتاً بر نقشه ها تاکید دارند، مثل کتاب ریشه های کویت و کویت در نقشه های جهان. در مقدمه کتاب کویت در نقشه های جهان آمده است: برای حقیقت و تاریخ، برای کویت و مردمش.
نکته عجیب در این کتاب ها این است که محققان کویتی اسناد و نقشه هایی را به چاپ رساندند که عمده آنها نام خلیج فارس را به همراه دارند. اما هرچه به نام و موقعیت کویت توجه کردند، نسبت به نام خلیج فارس بی اعتنا بودند. می توان حجم نقشه هایی را که نام خلیج فارس در آنها ذکر شده اند دریافت. کویتی ها برای اثبات حقانیت خود ناچار به همان میراث کهن کارتوگرافی که همواره نام خلیج فارس را ذکر کرده است استناد کرده اند. حتی در برخی از کتاب ها عنوان نقشه خلیج فارس است، اما به عنوان توضیح نقشه در زیر نویس نام خلیج عربی به کار رفته است. سالها قبل کودکان کشورهای عرب همچون همسن و سالان دیگرشان در نقاط مختلف دنیا می آموختند که نام این پهنه آبی خلیج فارس است. این یک کتاب آموزشی مصری است در 80 سال قبل که در جای جای آن نام خلیج فارس آمده است. حالا کتابهای درسی دانش آموزان عرب تغییر یافته و نام خلیج فارس را به خلیج عربی تغییر دادند. این فرایند به سادگی انجام نشد. سالهای زیادی طول کشید تا این اتفاق رخ دهد. مغربی ها دیرتر از سایر اعراب نام تاریخی این پهنه آبی را تغییر دادند و تا اواخر دهه 80 نام خلیج فارس در کتب درسی آنها دیده می شد. اما بعد از مدتی این نام به خلیج مبدل شد، سپس به خلیج عربی و در داخل کمان فارسی تغییر یافت و در نهایت خلیج عربی جایگزین آنها شد. اینجا روم است و این عمارت معروف جهانی کلوسئوم است. در کنار و در پشت دیوارهای روم قدیم این تصاویر توجه اغلب گردشگران را جلب می‌کند. ده‌ها سال پیش این تصاویر برای نشان دادن عظمت روم قدیم بر این دیوارها قرار گرفتند. تصویر خلیج فارس نیز در یکی از آنها دیده می‌شود. اینجا فلورانس است، موزه‌ای متعلق به خاندان و دوران مدیچی. یک کره بزرگ جغرافیا در میانه موزه قرار گرفته و نام خلیج فارس هنوز بر روی آن دیده می شود. بر دیوارهای آن نیز نقشه های متعلق به قرن 16 یا 17 میلادی دیده می شود که دریای جنوب را با نام واقعیش نشان می دهند. اینجا یک موزه در وین است. کره‌های جغرافیایی متعددی را می‌توان در این موزه تماشا و مطالعه کرد. ترکیبی از هنر و علم. بر این کره ها نام دریای جنوب ایران یعنی خلیج فارس دیده می شود. اینجا بازار ابن بطوته در دبی است. بر روی یک دیوار بزرگ نقشه نصب شده که مسیر حرکت ابن بطوته را نشان می دهد. بسیاری از مناطق جغرافیایی که ابن بطوته نامی از آنها نبرده در این نقشه حضور دارند. اما بر روی نام خلیج فارس نوار سفید بزرگی کشیده شده تا این نام تاریخی را از چشم بازدید کنندگان پنهان نگاه دارند.
در سفرنامه ابن بطوته که در آکادمی علوم مراکش به چاپ رسیده است، مسیر حرکت او از کناره‌های خلیج فارس کاملا مشخص است. در صفحاتی از کتاب نام و نقشه‌هایی از خلیج فارس وجود دارد. ابن بطوته چنین گفته است: این نقشه خلیج فارس را ما بین اقیانوس هند تا دریای قزوین نشان می‌دهد. چنان که اهل دریای فارس می‌گویند، نطفه گوهر در صدف در باران ماه اردیبهشت یا نیسان به وجود می‌آید و اگر در این ماه باران نیاید، گوهر هم نیست. این جمله زیبایی است از ادریسی در کتاب نزهة المشتاق: اینجا کتابخانه آیت الله العظما مرعشی نجفی در شهر قم است. در میان انبوه کتاب‌های قدیمی، نسخه عربی کتاب نزهة المشتاق هم دیده می‌شود. در این کتاب دانشمند بزرگ مسلمان بارها نام خلیج فارس آمده است. ابن خلدون، جامعه شناس و مردم شناس مسلمان که شهرتی جهانی دارد، نیز نام بحر فارس را در کتاب سفرنامه خود به کار برده است. در پانوشت کتاب نوشته شده است که امروزه به جای بحر فارس، خلیج فارس استفاده می شود. می توان گفت که سفرنامه نویسان و سیاحان مسلمان نام بحر فارس یا خلیج فارس را همواره نام اصلی این دریا قلمداد می کردند و در کتب و نقشه های خود منعکس می ساختند. بسیاری از سیاحان غربی نیز همین رویه را داشتند. مارکوپولوی ونیزی یکی از معروفترین آنهاست که در سفرنامه خود نام خلیج فارس را به عنوان پهنه آبی جنوب کشورمان ضبط کرده است. کلاویخو، سفیر اسپانیا در دربار ایران در دوره ایلخانی، در توصیف خلیج فارس آن را دریایی در مرزهای جنوب ایران برمی شمارد. شاردن، سیاح و جواهر فروش مشهور فرانسوی در دوره صفوی، از زاویه دیگری به حوزه خلیج فارس توجه نشان می دهد. بادهای خلیج فارس شدت زیادی دارند، اما عمرشان کوتاه است. شاید بسیاری نام بطلمیوس، پدر علم جغرافیا، داوینچی دانشمند مشهور، مارکوپولوی ماجراجو یا ادریسی، ابن خلدون یا ابن بطوته، مفاخر مسلمانان را نشنیده باشند یا علاقه‌ای به گفته‌هایشان نداشته باشند، اما بیشک میراث گرانبهاتری هست که در بین مردم مسلمان شور و اشتیاق بسیاری را دامن می‌زند تا رمز و راز و معانی بیاناتش را دریابند. قرآن کریم. یک رشته از تفاسیر که عمدتاً در میان علمای اهل تسنن و بعضاً در بین علمای شیعه نیز وجود دارد، یافتن مصادیقی برای این آیات مبارکه است. یکی از این علما حکیم شیخ محمد طنطاوی است.
او در تفسیر الجواهر خود ذیل آیات 19 و 20 سوره مبارکه الرحمن می نویسد: رودخانه هایی مانند نیل و فرات و دجله را می بینی که به مصب دریاهایی چون دریای سفید متوسط و خلیج فارس می ریزند. طبری دیگر مفسر و عالم دینی شهیر در تفسیر گسترده خود با عنوان جامع البیان به نقل از قرطاده و دیگر مفسران متقدمتر منظور از بحرین را در آیه 19 سوره مبارکه الرحمن دریای پارس و دریای روم می داند. شیخ محمد طاهر ابن عاشور تونسی از مفسران اهل سنت در جلد 27 از تفسیر خود می آورد: مراد و مقصود از این دو دریا در نزد عرب نهر فرات و دریای عجم است که امروز دریای عجم با نام خلیج فارس شناخته می شود. شیخ اسماعیل حق البروسی دیگر مفسر ناماشنای اهل تسنن در تفسیر مشهور خود یعنی روح البیان ذیل آیات سوره الرحمن می آورد: این دو دریا دریای شیرین و شوری هستند که در مجاورت یکدیگرند و چون نیک بنگری از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. این دو دریا همان دریای فارس و روم هستند. تفسیر عالم مشهور شیخ ابوالفتوح رازی. این مفسر قرآنی نیز به مانند دیگر مفسران منظور و مراد خود را از عبارت بحرین، دریای پارس و روم می داند. شیخ طبرسی عالم بزرگ تشیع نیز به نقل از مفسرین متقدم تر از خود این دو دریا را دریای پارس و روم می داند. اینجا خلیج فارس با 240,000 کیلومتر مربع وسعت است. وسعت زیادی است برای کسانی که می‌خواهند در اطراف آن زندگی کنند و رزق و روزی خود را بیابند. دیواری بین دریا نیست. باد هر کجا که بخواهد می‌وزد. آب هر سوی